سازمان ملل متحد افغانستان را برای پنجمین سال متوالی مرگبارترین کشور برای کودکان اعلام کرد. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال گذشته 3410 کودک در پی درگیره داخلی افغانستان جان خود را از دست دادند. سازمان ملل مسئولیت بیشتر به کودکان سازمان ملل مسئولیت بیشتر کودکان به قتل رسیده را به عناصر مسلح مخالف دولت مانند سنی های نیروی طالبان و داعش نسبت داده و اعلام کرد کودکان در نتیجه عملیات جنگی انفجار مین کنار جاده ای و حملات انتحاری قربانی شدند یافته های سازمان ملل نشان می دهد که 1238 کودک توسط سنی های تنروی طالبان 242 کودک توسط عناصر تروریستی داعش و 55 کودک از سوی دیگر گروه های تروریستی در سال 2019 میلادی به قتل رسیدن با وجودی که افغانستان همچنان در صدر کشورهای مرگبار برای کودکان قرار گرفته است اما سازمان ملل میگوید که شمار تلفات کودکان در سال گذشته میلادی نسبت به سالهای پیش کاهش یافته است شورای امنیت ملی افغانستان بعد از دریافت گزارش سازمان ملل در مورد کشتار کودکان سنی های تون روی طالبان را مسئول اصلی کشتار کودکان دانست و اعلام کرد که این گروه با بومگزاری ها حملات انتحاری و استفاده از خانه, خانه های مردمی به عنوان سنگر عامل اصلی قتل عام کودکان است. شورای امنیت ملی افغانستان همچنین اعلام کرد که برای حفاظت از غیر نظامیان و برقراری صلح و ثبات از عناصر طالبان می‌خواهد که دست از خشونت و کشتار شهروندان افغانستان بردارد.